سلام به همه شما خانواده دوست داشتنی پارتیزان پلاس من ایزدیارم و امروز در کنار شما هستم با بروزترین اخبار سیاسی ایران و جهان حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید قطع اخبار امروز افزایش تمام نظامی ارتش با الحاق خودروهای سنگین و فوق سنگین به نیروی زمینی صنعا حساب کردن اسرائیل روی مزدوران یک شرطبندی شکست خورده است اعتراف نتانیاهو به اختلاف آمریکا و اسرائیل در مورد شرایط پس از جنگ غزه، تبادل آتش سوریه و رژیم صهیونیستی، نظام مخفیانه نیروهای آمریکایی و انگلیسی به قبرس فاش شد. امیر عبدلایان و بن فرهان در ژنو گفتگو کردند. و در خبر آخر امیر آشتیانی نیروهای مسلح در حال تشهیز به مساف هستند. دوستان ممنونم از نگاهتون ویدیو رو حتما لایک کنید دکمه سابسکرایب رو بزنید که با زدن دکمه سابسکرایب هم به ما انرژی میدید و هم از ما حمایت میکنید توی کامنت ها هر سوالی داشتید میتونید از ما بپرسید افزایش توان نظامی ارتش با الحاق خودروهای سنگین و فوق سنگین به نیروی زمینی امیر سرتیب کیومرس هیدری ای در آین الحاق تعداد 75 خودروی سنگین و فوق سنگین نزاجا که در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه سه تهران برگزار شد با تاکید بر روند روبرشت ارتقای حرکت در نیروی زمینی گفت ارتقای تحرک ارتباط مستقیمی با افزایش توان رزمی و تاکتیکی دارد و به همین دلیل در تمام یگانهای خود به دنبال تحقق این مهم هستیم وی افزود نیروی زمینی ارتش با انگیزه بسیار بالا در مسیر خود کفایی و تحرک قرار داد و در تمامی مناطق عملیاتی و های خود به خوبی از این آزمون سربلند بیرون آمده فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد نوآوری خود کفایی احیا و بازسازی تجهیزات از اقداماتی است که در سالیان اخیر به دنبال آن بودیم و امروز توانستیم با تکیه بر روحی الهی و تلاش سختکوشانه برای سومین بار الحاق خودروهای سگید و فوق سنگین را در نیروی زمینی ارتش انجام دهیم با تاکید بر امنیت پایدار مرزهای کشور خاطر نشان کرد نیروی زمینی ارتش وظیفه حفظ حراست حدود و سغور امنیت و تمامیت ارزی مرزهای بسیاری از مناطق کشور از جمله شمال شرق غرب شمال غرب جنوب شرق و جنوب غرب را بر عهده دارد و با تکیه بر توان تجربیات فرماندهان و متخصصان داخلی امنیت پایدار را در مرزهای کشور به وجود آورده صنعا حساب کردن اسرائیل روی مزدوران یک شرط بندی شکست خورده است محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن در پیامی در اپلیکیشن ایکس در این باره نوشت فلسطین مسئله جامع و فراگیر است و هر گونه انفعال و بیطرفی و همچنین موضع منفی حمایت احمقانه از اسرائیل علیه فلسطین و غزه است محمد عبدالسلام با تاکید به اینکه ملت یمن از همه اخشار و گروه ها از ذلت و خاری امتنامی می‌ورزد و نمی‌پذیرد که غزه را در این زمان سخت ناامید کنند افزود ملت ما عملیات های نیروهای مسلح را تایید و از آن تمجید می کنند و خواستار ایستادن در کنار ملت فلسطین هستند. یه همچنین خاطر نشان کرد حساب باز کردن اسرائیل و کسانی که در پشت آن هستند بر روی مزدورانی که تلاش می کنند تا مانع از کار نیروهای مسلح یمن شوند شرط بندی شکست خورده است. این مزدوران ابتدا با خیانت به یمن خود را پایین آوردند و با خیانت به مسئله فلسطین سقوط کردند این اظهارات پس از آن بیان شد که اخیرا شبه نظامیان موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات در بیانیه آمادگی خود را برای آن چه حفاظت از ناوبری دریایی در تنگه بابالمنده و خیج عدن نامیده است اعلام کرد اعتراف نتانیاهو به اختلاف آمریکا و اسرائیل در مورد شرایط پس از جنگ غزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی بار دیگر با تکرار توهم و رویای دور و دراز نابودی جنبش حماس گفت ما درباره روز بعد از جنگ غزه و نابودی اسرائیل با واشنگتن اختلاف نظر داریم نتانیاهو افزود اجازه نمیدهم اسرائیل اشتباه اسلو را تکرار کند بر اساس یک گزارش افشا شده از نشست غیرعلنی کمیته دفاعی کنست نتانیاهو دوشنبه شب همچنین گفته بود که قرارداد اسلو در مقایسه با عملیات طوفان و لقصا بیشتری را قربانی کرده است. تبادل آتش سوریه و رژیم سهیونیستی شبکه المیادین شامگاه سهشنبه گزارش داد که یگان توبخانه رژیم یونیسی مناطقی در جنوب سوریه را هدف حمله قرار داده است بر اساس این گزارش اطراف روستای الناصریه در جنوب سوریه هدف توبخانه اسرائیل قرار گرفته به نظر میرسد این حمله در پاسخ به حمله راکتی و موشکی از سوی سوریه به جولان اشغالی انجام گرفته که طی آن پنج راکت از خاک سوریه پرتاب و به مناطق باز در جولان اشغالی اصابت کرده بود نظام مخفیانه نیروهای آمریکایی و انگلیسی به قبرس فاش شد لندن و واشنگتن پس از آغاز تهاجم رژیم یونیسی و بمباران قز مخفیان صدها نیروی اضافی به پایگاه انگلیس در قبرس اعزام کرد وبسایت افشاگر انگلیسی دیکالسیفاید دیروز 21 آذر ماه با افشای نامه وزیر دفاع این کشور به یکی از نمایندگان مجلس نوشت که پس از آغاز بمباران غزه انگلیس به طور مخفیانه 500 نیروی اضافی را به پایگاه خود در قبرس که برای تامین سلاح به اسرائیل استفاده می شود فرستاد. دولت انگلیس پیشتر گفته بود که برای حمایت از اسرائیل یک هزار سرباز در شرق مدیترانه مستقر کرده اما محل استقرار آنها را فاش نکرده. جیمز هیپی وزیر دفاع انگلیس در نامی به کنی مک اسکیل از نمایندگان مجلس انگلیس اعلام کرد که در 27 نوامبر نیمی از این نیروها در قبرس حضور داشتند با الحاق نیروهای جدید تعداد پرسنل مستقر مستقل در پایگاه های انگلیس در قبرس به حدود 3000 نفر میرسد. انگلیس همچنین از زمان آغاز بمباران غزه پرسنل نظامی بیشتری را در مصر، اسرائیل و لبنان مستقر کرده اما از اعلام تعداد آنها خودداری میکند. علاوه بر این 129 تن از پرسنل نیروی هوای آمریکا نیز به صورت مخفیانه در قلمرو انگلیس در قبرس مستقر شدند امیر و بن فرهان در ژنو گفتگو کردند وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روز چهارشنبه در ژنو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر و فیصل بن فرهان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که در ژنو حضور دارند چهارشنبه 22 آذر ماه آزرما دیدار و درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقی و بین المللی به خصوص اوضاع غزه به گفتگو پرداختند. حسین امیر عبداللهیان سه شنبه 21 آذر به منظور شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان در رأس هیئتی وارد ژنو شد. رئیس دستگاه دیپلماسی قرار است امروز در این نشست حضور یافته و به ایراد سخنرانی بپردازد. امیر عبداللهیان همچنین در ژنو با وزرای خارجه تونس و لبنان در هتل محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد. امیر آشتیانی نیروهای مسلح در حال تجهیز به مساف هستند وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص جایگزینی اسلحه های جسه با مساف گفت مساف یک اسلحه پیشرفته است که توسط وزارت دفاع ساخته شده و به مرور مجموعهایی که درخواست دادن با آن تسلیح می وی در خصوص جت آموزشی یاسین نیز گفت یاسین یکی از پیشرفته‌ترین در این جت های آموزشی است که خلای روند آموزشی ما را جبران می کند در پاسخ به سوالی درباره فعالیت وزارت دفاع در حوزه موشک موافق صد بیان کرد فعالیت های وزارت دفاع در سه حوزه ارتقا تلفیق و تعریف و تولید سامانه های جدید پیگیر است و این سامانه ها به مرور زمان رونمایی و اعلام می شود. دوستان خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو مو با نگاهتون همراه من بودید اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که اونو لایکش کنید سوال داشتید میتونید توی کامنت از ما بپرسید ما همین کامنت رو بررسی میکنیم و اونا جواب میدیم اگه هنوز عضوی از ما نشدی با زدن دکمه سابسکرایب حتما عضوی از خانواده ما شو زنگوله هم بسیار که هر موقع ویدیو گذاشتیم اولین نفری باشه که ویدیو رو میبینی تا دیدار دیگه و موضوع دیگه خدا نگهدار